بسم الله الرحمن الرحیم گرانو هیوادوالو محترم و خویندو ورونو هیله منتیم چې دغه د ناامیدۍ او مایوسۍ شپې به ژر تر ژره ختمې شي او افغانستان به بیرته د ازادۍ رفاه او پرمختګ په لور خپل مسیر بدل کړي. زما ټول تمرکز او ژمنه هیوادوالو سره د یو سوله ییز وند چې د هغه په چوکاټ کې د وینې تویدل ختم شي او ګران افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ ته ورسیږي. دا مې لا هم اساسي هدف دی. د تیرو څو ورځو پیښې په ډېر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هیواد څخه ووزم، ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو تر څو د قدرت سوله ایز انتقال ته زمینه مساعده او کابل خوندي وساتل شي او د وینې تویدو مخنیوی وشي. ګرانو وطنوالو، زه په اماراتو کې یم. غواړم د وروستیو تحولاتو په اړه لنډ مسایل درسره شریک کړم. د تېرې یکشنبې په ورځ ما په خپل کاري دفتر کې عادي ورځنی تقسیم اوقات ترکیبولو. ماسپښین زه دفاع وزارت ته روان وم تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شم. ناڅاپه زما د فزیکي امنیت مسؤولین د دې لپاره راغلل چې یوه لویه توطعه شنډه کړي. زه یې له ساحې وویستم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤولینو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی. دغه توطعه دوه برخې درلودې. اول، یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت‌آمیز نمی‌بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته می‌شد این بود که به خاطر قدرت کابل و ایران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایقی بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبان‌های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق می‌گشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. کپاتوی د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وی او یوه لویه شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وی. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا. یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ضعیف په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي. آیا د دوی مقاماتو بار بار نه ویلي چې د افغانستان د ولسمشر سر غواړم؟ دا خبرې ډېر جزئیات لري او تفصیل به یې ډېر ژر تاسو ټولو سره شریک کړم. هغو خلکو ته چې قضاوت یې کړی چې ګڼې ما افغانستان خرڅ کړی او تښتېدلی یم، دوی ته مې پیام داده تر هغو مو چې د فاجعې د عمق په هکله مستند معلومات نه وي اورېدلي قضاوت مو پرېږدئ. ملا عمر له کابل وود او قندار نه وود، امیر عبدالرحمن خانم وود او نور مشران لکه امیر شیلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دیمو
وتلي وو او دوم مرحله ته بیا راغلل خپل دی وطن خدمت وکړ. هر کسی که برای تان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد باور نکنید. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب ها و ستا کتابچه یادداشت و لپتاپ شخصیم بود که تمام دار و ندار معنوی زندگیم را تشکیل میداد نتوانستم با خود بگیرم. تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادند. من هیچ گونه بحث را برای ترک کردن افغانستان با قدرت‌های بین‌المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفعتن و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعدن انشالله هم بایتان شریک میکنم. په دې ورځو که زماد شخصت وژنه او د اعتبار دل من زولول لپاره دیری حدسی او شوه او حتی داس بی بنیاده او کاذب تورونه ولگول شد چه پیسه انتقال شوی دی. دغه تورونه پا مکلم مکمل توگه به اساس دروغ او لواقیت خلیری دی او پکلکه ایردون مکربه هواد تا تشلاسون راخلو دی دوی گمرکاتو نپختنو که دی تیرو چو ورزو پیخو او خوده چه افغانان سوله گواری دی کابل ساتنه او پده خار که دی پراخه گردوری چه مخیویو شو چه داده الله تعالی لوی احسان ده. زده وران مذاکرات تو چخه زده روان مذاکرات تو چخه چه دی حکومت لخوا پیل شوی وی او صداقل سب عبدالله و پخوانه ولس مشرکزی سب پر مخوری حمایت کن دا پروسه باید بریالی شی. زده امنیتی او دفاعی زواکون چخه مشکوریم او پر اغوی بیارلم اغوی ما تا نده خوارنی. اصلی ما تا موک پا سیاست که خوارل ده پا کم سیاست که هم ده طالبان و ده رهبری سیاسی ناکامی و هم ده حکومت ده رهبری سیاسی ناکامی و او هم زموک ده نلیوال و همکاران و سیاسی ناکامی و ده ناکامی ده سول پروسه و ده جنگ پا بهیر بدل شو او سرل ده چه بار بارم ده ترامپ پیداره که دا پیشگویی کرده و چه باید سوله ده افغانان ده تجربه او بین‌المللی معیارونو پا اساسوسی هغه و نشوه. زیو ځل بیا د خپلو ټولو امنیتي ځواکونو د سرښندنو څخه مننه کوم، په دوی ویاړلم او افتخار پرې کوم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغانها بر کشورمان و اعاده ارزش ها و دستاوردهای واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. تشکر از همه کسانی که پیام های دلجویی و اول پرسی را از داخل و خارج از وطن برای فرستادن. زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان.